به نسبتی که جمهوری اسلامی به تاریخ درآمد از طریق فروش نفت نزدیک می شود، لیست طولانی محل پرداخت بدهی‌های گذشته این کشور چه از طریق عملیات تروریستی و چه بدهی‌های بانکی در رسانه‌های غربی منتشر شده، مشخص می‌شود دلارهای نفتی درآمد آینده ایران به کدام این مسیر می‌رود. نشریه اشترن آلمان مصاحبه خود را با عباس آخوندی وزیر راه و ترابری رژیم مبنی بر بازپرداخت بیش از 500 میلیون دلار به آلمان منتشر کرد. در مصاحبه آخوندی با مجله اشترن آمده است وی از آلمان خواهش کرده برای پرداخت بدهی‌های ایران به آمریکا میانجیگری کند و افزوده است آلمان میتواند از آمریکا خواهش کند در مورد پرداخت بدهی‌های ایران اجازه نامه مخصوص صادر کند و در چنین شرایطی ایران آماده است بدهی‌های خود را در زمان مقتضی بپردازد. وی در این مصاحبه میگوید ایران برای بهبود عملیات زیربنایی خود احتیاج به 100 میلیارد دلار دارد. نشریه خبری اسرائیل امروز در گزارش خود بخش کوچکی از بدهی‌های ایران را که باید از درآمد فروش نفت در آینده پرداخت شود منتشر کرد. در این گزارش آمده است ایران باید 1.77 میلیارد یورو خسارت به خانواده‌های سربازان آمریکایی که با دخالت ایران جان خود را از دست داده‌اند بدهد و پرداخت این میزان از سوی دادگاه عالی نیز تایید شده است. خسارت مزبور شامل بمب‌گذاری ایران در بیروت در سال 1983 که 241 سرباز نیروی دریایی و در سال 1996 در عربستان سعودی 19 تن دیگر از سربازان آمریکایی جان خود را از دست داده اند می شود. نشریه استاندارد چاپ ویان بعد از انتشار خبر مصاحبه عباس آخوندی با نشریه شترن آلمان از قول منابع خبری ایران در تهران می نویسد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران رأی دادگاه عالی آمریکا را قبول ندارد. جابر انصاری سخنگوی ظریف که فعلا در آمریکا به سر می برد اظهار داشت ایران رأی دادگاه عملیات تروریستی ایران را قبول ندارد و چنانچه کارشناسان سیاسی در برلین میگوید چه دلیلی وجود داشت تا عباس آخوندی در مصاحبه خود با نشریه آلمانی شترن قبول کرده ایران حاضر به پرداخت خسارت به بازماندگان سربازان آمریکایی میباشد. در برلین همچنین گفته شد آلمان حاضر به میانجیگری برای پرداخت خسارت از سوی ایران است، اما مشکل به این سادگی حل نمی شود زیرا رژیم ایران طبق اسنادی که در دست است برای بازماندگان دیگری که آمریکایی نیستند نیز باید خسارت بپردازد. این افراد یهودیانی هستند که بر اثر بمب‌گذاری و عملیات تروریستی ایران در کشورهای مختلف جان خود را از دست داده‌اند. اکثر کارشناسان تصور می‌کردند بدهی‌های ایران به سازمان‌های بین‌المللی و کشورها بیش از 10 میلیارد دلار نیست، در حالی که اگر بازماندگان خسارت دیده دیگر کشورها ادعای خسارت کنند بدهی ایران بسیار زیاد می شود. از همکنون گروگانهای زندانی در سفارت آمریکا طبق یک ادعانامه جمعی تقاضای پرداخت میلیاردها دلار خسارت از ایران کردند. ایرج ربیعی آلمان. به نسبتی که جمهوری اسلامی به تاریخ درآمد از